باز هم خوش آمدین. آقای رفیع، به شما بر بگردیم. آنچه را که باعث شد قضیه قتل فرخنده روشنتر شوه و اینکه بیگناهی فرخنده ثابت شوه، بدون شک جامعه مدنی و رسانه های اجتماعی نقش خیلی بارز را بازی کرد. اما پس از این واقعه میبینیم که شماره از علمای دین در تجمعی که داشتن جامعه مدنی را به یک گونه اتهام بستن که اینا از کفار، از یهود و نصارا پول میگیرن و از حکومت خواستن که باید جامعه مدنی کارهایش متوقف شوه. یک نوع نگرانی ایجاد نشده پس از اینکه این حادثه صورت گرفت و آیا صدای جامعه مدنی باز هم اعتماد وجود داره که شنیده خواهد شد به خاطر پیگیری قتل فرخنده؟ به نام خدا و با سلام خدمت شما و خدمت بینندگانتان و همچنان دوستان بسیار بزرگوار حاضر در مجلس، که آنچه اتفاق افتید در واقع امر در یک خلای اطلاعاتی بوده و متاسفانه نظر به وضعیت حاکم باورهای بسیار نادرست در مسائل و به خصوص تحریک بسیار نامساعد خود صحنه خیلی وحشتناک بوده و درد زی بسیار درد جانکاه هست، تکانه بسیار بزرگی به تمام ارگان ها هست، به خصوص به مردم افغانستان و به دولت افغانستان و به خصوص در اخص مردم افغانستان به جامعه علمای افغانستان که مسئولیت بسیار بزرگ در روشن شدن اذهان عامه و به خصوص از بین رفتن تفکرات خرافاتی در بین مردم هستند. خوشبختانه نهادهای مدنی و به خصوص نهادهای دولتی در این مورد خیلی زود اقدام کردند. ما بسیار سپاسگزار هستم از جناب آقای عابد و چندین مرتبه همین را تکرار کردیم که دقیقاً تحقیق را که اینا انجام دادن و تحقیق رسمی دولتی بود، نتایجش به صورت بسیار گسترده و سریع پخش شد و نهادهای مدنی در این مورد اطلاع رسانی کردند. در واقع بزرگترین رسالت خود که نهادهای مدنی داشتن ادا کردند. اونا کوشش کردند که اطلاعات دقیق پیدا کنن و اطلاعات دقیق پخش کنن. در قدم اول اطلاعاتی را که ما داشتیم از خود صحنه در ساعت 6 عصر بود. 6 عصر دوستای مدنی ما و فعالین جامعه مدنی ما در اونجا حاضر بودن و اونا دقیقاً پیامی را که یک شب بعدش وزارت حج و اوقاف نشر کرد، ما در 6:28 دقیقه با احساس مسئولیت پخش کردیم که این کاملا یک افتراء هست. آقای رفیع، حال تقابل را که میان جامعه روحانی و جامعه مدنی افغانستان ایجاد شده دلیلش چی است؟ شماری از مردم باورشانی است که حرکت بسیار تند و گای هم دین ستیزانیه که رب داده میشه به شماری از فعالین جامعه مدنی باعث شده که علمای دینی هم برانگیخته شوند و بگویند که باید فعالیت جامعه مدنی متوقف شود. کاملا مطمئن هستم که تمامی علمای دین میفهمند که جامعه مدنی یعنی جامعه که صدای حقانیت بلند میکنه و دین ما دین حق است، یعنی صدای جامعه مدنی یعنی صدای دین ما. و جامعه مدنی در اسلام با قرارداد یثرب که شهر یثرب به نام مدینه تبدیل میکنه آغاز میشه، یعنی وقت ما در یک پروتکل همدیگر پذیری داخل میشیم ما مدنی میشیم و در اسلام اولین قدم با مدینه، با قرارداد یثرب در مدینه آغاز میشه و با تغییر نام مدینه. فلهذا جامعه مدنی دقیقا پیام حقیقتی اسلام یا پیام حق اسلام برون میکنه و این پیام اونمو پیام است که ما هم دیگر پذیر باید باشیم و به هم دیگر احترام داشته باشیم و قانون و پروتکلی را که در اجتماع ما حاکم است را مراعات بکنیم. و همون خاطر هم بود که اطلاع رسانی در اون لحظه خیلی اهمیت داشت و ما کوشش کردیم که به حقایق برسیم و فکر میکنیم ساعت 6:28 دقیقه اولین پیام با مسئولیت پخش شد که این حادثه یک حادثه غیر قانونی، غیر حقیقی و کاملا خلاف تمامی قوانین و موازین دین است. سپاسگزارم آقای رفیع. و قابل یادآوری میدانم ما که ما از وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان و قماندانی امنیه کابل هم دعوت کرده بودیم تا در این بحث نماینده بفرستن، اما متاسفانه که موفق نشدیم تا فردی از اونا اینجا تشریف بیارن و پرسشایی را که به اونا برمیگرده مسئولیتش پاسخ بگویند. و حالا هم به بانو ثاقب میریم. بانو ثاقب، پس از حادثه قتل فجیانه و وحشتناک فرخنده به یک گونه میبینیم که بانوان در افغانستان احساس ترسشان زیاد شده.
یعنی فکر میکنین که این روحیه با چی چیز قابل برگشت هست؟ با سلام خدمت شما و حاضرین در مجلس و همچنان بینندگان عزیز، متاسفانه حادثه فرخنده، حادثه شاک برانگیزی نه تنها برای جامعه افغانستان که برای کل دنیا بود. این ترس در درون هر زن و هر مرد افغانستان موجود هست. هنگامی که دختر و یا خانم از اینها بیرون از خانه حرکت بکنه به سوی کاروزار، امکان داره با چنین جامعه ای ما بار دیگر شاهد فرخنده و حادثه مثل فرخنده و حادثه های شبیه ازی باشیم. میخوایم یک نقطه را اگر اجازه بدین صحبت بکنم که متاسفانه در کنار ازی که حادثه فرخنده پیش آمده ما بحث های مختلفی را در این راستا داشتیم. او چیزی که واقعا بر جامعه زن افغانستان سوال برانگیز هست بر کناری خانم سیمین حسنزاده هست. ما موافق از این مسئله هستیم که هر آن کسی که در این قضیه مجرم هست و هر آن کسی که حمایت کرده از این حادثه باید به جزای عمل خود برسه. اما سوالی که بسیار متوجه حکومت هست، در این حادثه فقط خانم سیمین حسنزاده مورد تعقیب قرار گرفته و در اینجا آقای زحمه زابلی، آقای عشمت استانگزای سخنگوی پلیس کابل هم برکنار شدن از ازش، اما قماندانی امنیه هنوز سر جای خودش هست. آقای عیاض نیازی همچنان خطبه به ایراد خطبه میپردازند در مسجد وزیر اکبر خان و همچنان جناب آقای زلمه زابلی. این حادثه این مسئله را تبیین میکنه که جامعه افغانستان در کنار از اینکه یک حادثه بسیار شاک برانگیزی را تجربه میکنه، هنوز هم به اون باورها پایبند هست که متاسفانه زن افغانستان اولین قربانیش هست و حادثه هنوز او بحث زن ستیزی را باز هم بسیار رونما میکنه که بسیار متوجه حکومت هست. سپاسگزارم بانو ساقب.